اینک توجه شما رو به تفسیر خبر امشب جلب می کنم که می پردازد به بررسی تنش تازه میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. در مطلبی تحت عنوان نماینده حکومت ایران در آژانس اعلام کرد در صورت حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی خارج می شود. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران می تواند منجر به خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT شود و این در حالی است که خبرگزاری رویترز می‌گویند سخنان امروز سلطانیه می‌تواند به تقویت نگرانی کارشناسان هسته‌ای غربی در خصوص گسترده شدن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی منجر شود. بنابراین گزارش علی اصغر سلطانیه روز جمعه 30 نوامبر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اظهار داشت در صورت حمله به تأسیسات اتمی این امکان وجود دارد که مجلس شورای اسلامی دولت را مجبور کند تا جلوی بازرسی‌های آژانس را بگیرد و یا حتی عضویت در پیمان ام‌پی‌تی را صرف نظر کند. آقای سلطانیه در ادامه افزود در صورت حمله نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار شدید قرار می‌گیرد تا سانتریفیوژهای خود را در مکان‌های امن‌تری نصب کند. وی همچنین تأکید کرد که حکومت ایران استاد فناوری غنی‌سازی است و به راحتی می‌تواند برای تأسیسات آسیب دیده جایگزین پیدا کند. به گفته آقای سلطانیه تحریم‌های غربی هیچ تأثیری بر فعالیت‌های غنی‌سازی ایران ندارند و حتی حمله نظامی هم مانع از غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران نمی‌شود. گفتنی است همزمان با این اظهارات یک دیپلمات غربی سخنان نماینده حکومت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مضحک خواند و گفت که وی به سوالات مطرح شده در شورای حکام پاسخ نداده است. همچنین یکی دیگر از دیپلمات‌های غربی حاضر در نشست آژانس نیست به خبرگزاری فرانسه گفته است از نظر او روشن است که طرف ایرانی مسئله را به اندازه‌ای که باید جدی نمی‌گیرد. و اما از سوی دیگر و در واکنش به سخنان آقای سلطانیه نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت این سخنان وی را شگفت زده نکرده است و انتظارشون این تصمیم‌های از حکومت ایران می‌رود. به گفته وی جمهوری اسلامی پا جای پای کره شمالی گذاشته است، یعنی همان کشوری که در سال 2003 از گروه کشورهای عضو پیمان خلع سلاح هسته‌ای خارج شد، از آن زمان دیگر اجازه ورود به بازرسان آژانس به آن کشور را نداد و طی سالهای 2006 و 2009 به آزمایش‌های اتمی دست زد. یادآور می‌شود آغاز این جنگ لفظی تازه توسط نماینده جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا تهدید کرده است که اگر تهران تا ماه مارس تغییری در سیاست اتمی خود ندهد با ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت در صدد اجرای دور جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی برخواهد آمد. و این در شرایطی است که طبق گزارش‌ها گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 و علاوه 1 قرار است تا در ماه دسامبر و یا ژانویه آینده در استانبول ترکیه برگزار شود.